خانمی گلرفتار هر روز به خرس ناخن سفید آبی جوش می دهد. شماره خرس ناخن سفید در باغ حیوانات کلاب دو جفت است. این چون این نفران زیاد چارپایش را که در سردی تلف یافته است با باغ آورده می دهند. ای طرف باین این مردم کدامی که مثال دستگیری میکنه گو مول شنوای می شود میورن مو مولو را میتیم حیوانو را خیلی خیمو دا با یوردن میشه رحمت با ما دمایی که مثال به طرف همی سبو نظارت میکنن میورن میتن که دا حقی مثال مو داو کنه گفتن ما مولگو را میتیم بچه جا. حالا جانور نادر این باغ همین دو خرس ناخن سفید است. اینجا بجز دو خرس، اشتر، پرندگان کوهی و چند نمودی موش وجود دارد. مکان نگهداری حیوان ها در باغ بالا کشاده است. در درون مکان های نگهداری خانه های مخصوص ساخته شده اند. کارمندان باغ میگویند که در سردی حیوان ها داخل آن خانه ها پناه میبرند. اساسا برای تابستان و برای زمستان گذرانی خانه های مخصوص دارند. نه در خانه ها خودشون حیوان های چی هستند که عادت کردن وابسته به فصل میدارند میبرند خودشون. این به حیوان های ما یکان زیان نمیرسند. هوا سرد است و مشتریان را نمی بینیم. بودجه سالانه باغ 100 هزار سومانی را تشکیل می دهد. خبرنگاران می گویند 100 هزار سومانی تنها برای نگاه بینی خرسان بسنده است. اما تا کنون این بودجه تغییر نیافته است. این خوراک های جانوران باغ است. کمی خوراک از نرسیدن بودجه شهادت می دهد. مسئولان باغ همیشه به ساکنان خیرخواه تکیه می کنند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلاغ.